از افسر رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد دعوت کردیم تا تحلیل ایشان را پیرامون این موضوع جویا شویم. آقای افسر رضا، با سلام و عرض ادب و تشکر از شما. آقای افسر رضا، تحلیل شما از نتایج انتخابات هند و وضعیتی که آینده مسلمانان این کشور با آن روبرو می‌باشند چیه؟ بفرمایید. ممنونم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما استاد بزرگوار و بینندگان محترم شبکه شیعه. بله، بعد از 43 روز و طی 7 مرحله سرانجام این انتخابات به اصطلاح عمومی در هند روز شنبه به پایان میرسه و نتایج شمارش آرا همچنان ادامه داره، هرچند برخی از شبکه‌های خبری وابسته به حزب افراطی BJP به سرکردگی ناریندرا مودی نخست وزیر دولتی که داره کار خودش رو تموم میکنه مدعی شدن که اکثریت آرا رو کسب کردن. این در حالی هستش که ما شاهد خشونت ها حتی علیه خود هندوها علارغم پایان پذیری برگزاری انتخابات به ویژه در ایالت بنگال و ایالت UP هستیم. حتی در نتیجه همین سیاست‌های افراط‌گرایانه دولت BJP شاهد تغییراتی در تصمیم‌گیری مردم درباره این حزب در ایالت UP هستیم، جایی که دولت افراطی BJP انتظار داشت که بتونه کسب قدرت بکنه. متأسفانه تنها چند روز بعد از اتمام پایان شمارش پایان برگزار انتخابات، آقای ناریندرا مودی در اظهارات واقع تحریک آمیز مخالفان خودش رو به عنوان شیاطین عرض کردن و اینکه چگونه طی اظهاراتی مدعی هستش که مخالفانش نمیتونن رأی بدن یا اینکه چرا حق اعتراض رو باید داشته باشن، در حالی که هند خودش مدعی یک دموکراسی بزرگ است. اما متاسفانه به نظر میرسه هیچ یک از این انتظاراتی که به ویژه ملاحظاتی که قشر ضعیف و اقلیت از جمله مسلمانان جامو و کشمیر از این انتخابات داشتن به نظر نمیرسه برآورده بشه. با توجه به گزارش داخلی کشور هند از جمله رسانه‌هایی که بیشتر می‌پردازن به این بحث جانبگری‌ها و رویکرد مقرضانه علیه اقلیت‌های مسلمان و به ویژه مسیحیان گنجه هستن، بیم اون میره که بعد از این انتخابات و اینکه روی کار آمدن دوباره دولت حزب افراطی مودی، مشکلات برای قشر مسلمان به ویژه در مناطقی که بیشتر آسیب پذیر هستن از جمله در کشمیر جاب و کشمیر شدت پیدا بکنه. بله، با تشکر از افسر رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان که از اسلام آباد دعوت ما را پذیرفتند و تحلیل خود را پیرامون این موضوع ارائه دادند.